همکارم سمیرا قرار اینجا در استودیو با ماست. مجاهدین با چالش‌های این چنینی ناآشنا نیست، در عراق داشتن، قبل‌تر از اون در فرانسه داشتن، ولی به هر حال هنوزم بعد از نزدیک 40 سال یکی از اپوزیسیون منسجم و مهم جمهوری اسلامی هستن فارغ از میزان محبوبیتشون. چقدر این گزارش CNN منعکس کننده واقعیت روی زمین هست؟ همینطوره، این بیش از 6 دهه، یعنی 60 سال شاید بشه بگیم، بیش از 60 سال که با این اتفاقات مواجه هستند، با دگرگونی ها، بالا پایین رفتن های سیاسی مواجه بودن. اون چیزی که CNN داره میگه اتفاقهای اخیر رو گرفته، حمله پلیس آلبانی به کمپ اشرف 3 و یک منع کوتاه مدتی که برای برگزاری تظاهرات در پاریس دولت فرانسه وضع کرد، این دوتا رو گرفته و شروع کرده با چندین تحلیلگر صحبت کرده و با دو نفر حداقل از اعضای خود سازمان مجاهدین خلق یا سخنگوی شورای ملی مقاومت که بازوی سیاسی سازمان مجاهدین خلق است، و بر اساس این صحبت و این نظرات و با توجه به اون دو رویداد آمده این مقاله رو نوشته. راجع به این صحبت میکنه که ممکنه که آینده سازمان مجاهدین خلق با توجه به این اتفاقات اخیر در حاله از ابهام قرار گرفته باشه. یکی از کارشناسانی که با CNN صحبت کرده میگه که به این شکل نیست که به این فکر کنیم سازمان مجاهدین خلق از بین رفتنیه، این اتفاق نخواهد افتاد، برای اینکه همین در 6 دهه تاب و توان داشته جلوی تغییرات سیاسی، ولی ممکنه ضعیف‌تر بشه. یکی از دلایلی هم که بهش اشاره میشه در این مقاله و کارشناسایی که CNN به سراغشون رفتن بهش اشاره میکنن، بحث عادی‌سازی روابط دیپلماتیک بین عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران هست، و از این منظر این کارشناسان میگن که این نزدیک شدن ایران و عربستان ممکنه روی حیات و ممات سازمان مجاهدین خلق تأثیر بگذاره. و خب میدونیم که جمهوری اسلامی بارها عربستان رو ملامت کرده به خاطر حمایت‌هایی که از مجاهدین خلق می‌کنن. مجاهدین خلق این حمایت‌ها رو رد می‌کنن، انکار می‌کنن. در سال 2016 ترکی الفیصل که پیشتر سفیر عربستان بود در بریتانیا در آمریکا، در یک از نشست‌های مجاهدین حاضر شده بود و اونجا گفته بود که من هم دلم می‌خواد سقوط جمهوری اسلامی رو ببینم. این رو خیلی جمهوری اسلامی مبنا قرار داد برای اینکه بگه که اینها فرزند ناخلف عربستان سعودی هستن. این کلمات رو ما زیاد از جمهوری اسلامی شنیدیم. حالا بحثی که اینجا داره مطرح میشه، خبر نیست، اینها تحلیله، اینه که ممکنه این مسائل، این نزدیک شدن ایران و عربستان تأثیر بگذاره روی آینده مجاهدین خلق. ولی خیلی اوقات تو این سالها به ششتر اشاره کردی، حالا من مقصودم بعد از انقلاب بود، اینا تغییر شکل دادن. یعنی اگر یادت باشه موقعی در عراق بودن حتی تجهیزات سنگین نظامی داشتن، تانک داشتن، ماشین های زرهی داشتن. بعد از حمله آمریکایی ها و بعد از مذاکراتی که صورت گرفت بیشتر نقش سیاسی بازی کردن. در یک دوره همینجا در واشنگتن دی سی به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده بودن، بعدها دوباره از طریق وکلاشون با چانه‌زنی های سیاسی موفق شدن اسم خودشون رو در بیارن. مقصودم این هستش که چالش های اینچنینی اولین بار نیست که باش روبرو میشن. تغییر شکل زیاد دادند. بعد از رفتنشون به آلبانی، توافقی که به هر حال امضا کردند که حالا دولت آلبانی بعد از حمله‌ای که کرد به اون توافق ارجاع میده و میگه که اون توافق رو اینها نقض کردن. در اون توافق قرار بوده فعالیت سیاسی انجام ندن و اون چیزی که دولت آقای راما سخنگوی دولت آلبانی داره عنوان میکنه اینه که اینها دست به اقدامات غیر قانونی و خرابکارانه، یعنی این دو تا صفتیه که به کار بردن، دست به این اقدامات زدن و نقض کردن توافق رو. در نتیجه ما الان داریم به کمپ اشرف 3 حمله میکنیم. تغییر ماهیت، تغییر شکل شاید بهتر باشه تا ماهیت، زیاد دادن درسته، اما خب در حال حاضر حضورشون در آلبانی هم این که این بحث این توافق رو که داریم میکنیم، این توافق که توافق 6 ماه گذشته نیست، این توافق سالهاست که اونجاست، ولی چرا دولت آلبانی الان تصمیم گرفت که اینها دارن اون توافق رو نقض میکنند؟ اگر نقض میکردن که 2 سال پیش هم داشتن نقض میکردند. بسیاری معتقدند که حملات سایبری که جمهوری اسلامی در سال 2022، مشخصا سال گذشته همین زمان الان سالگرد
کردش است به آلبانی کرد بی تاثیر نبود، بسیار آلبانی رو به هم ریخت حملات جمهوری اسلامی. 95% خدمات دولتی که آلبانی به شهروندانش ارائه میده از طریق اینترنت هست، از گواهی نامه گرفته تا پرداخت جریمه، پرداخت قبض. 95% خیلی زیاده. بعد از اینکه این اتفاقات افتاد و جمهوری اسلامی اون حمله ماه ژوئیه 2022 رو انجام داد، البته یک حمله نبود، در یک بازه زمانی زیادی این حملات رو انجام داد، دولت آلبانی حتی صحبت از این کرد که من بیام آرتیکل 5 ناتو رو فعال بکنم، یعنی دولت من، مملکت من، شهروند من تحت بمباران حتی قرار گرفته. البته خب این فعالسازی آرتیکل 5 هرگز زیر عنوان حمله سایبری فعال نشده، این دفعه اول هست. ولی خب آلبانی از نظر این حملات سایبری بسیار تحت فشار بود. شاید حمایتی که اگر ایالات متحده در این زمینه ازش کرد سبب شد که تشویق بشه بره به این سمت که حمله بکنه. نکته‌ای که وجود داره در مقاله CNN که حالا با شاهین قبادی هم صحبت کردن، سخنگوی شورای ملی مقاومت در پاریس، اون هم بهش اشاره میکنه، میگه که این دولت‌ها افتادن به دنبال سیاست دلجویی از جمهوری اسلامی و آرام کردن جمهوری اسلامی و معتقدند اعضای شورای ملی مقاومت یا سازمان مجاهدین خلق که دول غربی و اروپایی در حال حاضر در یک موقعیت قرار گرفتند که دوست دارند آرام کنن جمهوری اسلامی رو، برای این آرام کردن هم دارن از سازمان مجاهدین خلق استفاده میکنن و این حمایت رو دیگه دولت‌های غربی از سازمان مجاهدین خلق نمیکنند، چون معتقدند که الان فضای ایجاد شده که مثلا با جمهوری اسلامی راجع به مسائل هسته‌ای بخوان صحبت بکنن. این برداشته که اعضای سازمان مجاهدین خلق دارند و معتقدند که خب اگر حمایت مثلا آمریکا نبود از آلبانی، از اقدام آلبانی، این اتفاق صورت نمیگرفت. چند ساعت بعد از اینکه اون حمله صورت گرفت، فرداد وزارت خارجه یک بیانیه منتشر کرد و گفت که ما از آلبانی در انجام تحقیق، بررسی و رسیدگی به یک پرونده حمایت میکنیم. از حمله حمایت نکردن ولی گفتن که دولت آلبانی متحد نزدیک ما، عضو ناتو، اگه تصمیم گرفته یک پرونده وجود داره و بعد بره دنبالش، برای این دنبال رفتن هم بعد حمله کنه، ما ازش حمایت میکنیم. و خب یه انتقاداتی دارن که در این دو سه سال متوجه سازمان مجاهدین خلق کردن، دولت بایدن اونها رو هم مجددا فهرست کردن. ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم اینجا در استودیو.